بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما و شما هست از جمله حروف ناخوان، حروف واو و یا. قبلا در درس گذشته ما و شما خواندیم که چهار حرفی هست در قرآن کریم که نوشته میشن اما تلفظ نمیشوند. در درس قبلی ما و شما حرف الف و حرف لام را خواندیم که در کدام موارد خوانده نمیشوند. امروز ما و شما حرف واو و یا را میخوانیم که در کدام موارد خوانده نمیشوند. ببینید حروف واو و یا در این موارد خوانده نمیشوند. اول، وقتی که واو و یا پایه همزه قرار بگیرند، به این معنی که هر بعضی وقت ما و شما میبینیم در قرآن کریم حرف واو و حرف یا در بالای این حرف حرف همزه قرار گرفته، در اینجا همزه خوانده میشه و واو یا خوانده نمیشوند. به طور مثال ببینین، نو تی ها، نو تی ها. در درس بعدی ما شما درس ساکن را میخوانیم، باز اوجا متوجه میشیم که کدام حرف را بخوانیم در این دو موارد. همچنین ببینین، لا یو می نو، در اینجا حرف واو خوانده نمیشه و حرف همزه خوانده میشه. بی ها، مو ا ج لن، ی ت زی او. اینجا ببینین حرف یا خوانده نمیشه و همزه خوانده میشه. دوم، زمانی که در بالای حروف مذکور الف کوچک قرار بگیره، گاهی میبینیم که در بالای حرف واو و حرف یا الف کوچک به این شکل قرار گرفته، در این موارد هم ما و شما حرف الف را تلفظ میکنیم، میخوانیم، نه حرف واو و یا را. مثالاش را ببینین، یا، مو، سا. در اینجا ببینین در بالای حرف یا الف کوچک قرار گرفته، ما یا را تلفظ نمیکنیم بلکه الف مدی را تلفظ میکنیم، یا، مو، سا. با یا هیچ سر و کاری نداریم. تا لا، اینجا هم به می شکل. در این مثال ببینین، سا لا تا، اینجا ببینین در بالای حرف واو الف کوچک قرار گرفته، واو اصلا خوانده نمیشه و الف مدی خوانده میشه. و همچنین ز کا تا که ما واو نمیخونیم و الف را میخونیم. بازم هست به معمول میریم بالای قرآن کریم و تمرین میکنیم و حروف ناخوان را مشخص میکنیم. ببینید در این سوره طه، هرگاه در قرآن کریم در اوایل سوره ها شما این حروف مقطعات را میبینید، این حروف را تنها با نام تلفظ میکنیم، طه، به همین شکل کاف، ها، یا، عین، صاد و غیره. ما ا ز نا، ا ل ک، قو آ ن لی ت قا. یا ببینین حرف یا هست، در بالاش الف مدی هست، ما الف را تلفظ میکنیم نه حرف یا را. ای لا ت کی را تن لی ما یا شا، ت زی لن می ما خ ل ق ا و، و س ما و تی او لا. به همین شکل پیش میریم، هر حرفی واو و یا که در بالاش حرکت الف کوچک قرار داشت، حرفی الف را میخونیم، حرفی واو را نمیخونیم. رسیدیم انشاءالله ما و شما با آخرین درس های برنامه که سه درسی ما و شما باقی هست که با خواندن و تمرین درس های بعدی انشاءالله شما میتونین که قرآن کریم را مکمل تلاوت بکنین. پیش و پیش تبریکتون باشه. تا درس بعدی، خدا حافظ.